امیدم. سوال اول ایشان این بود که فرق بین ابوبکر و معاویه چیست. ابوبکر و معاویه اینه که یک کافر بزرگ و یک کافر کوچک. کافر بزرگ ابوبکر، کافر کوچک و معاویه. این یک کسی جنایتکاره، مثلا 1,000,000 انسان رو میکشه، یک کسی جنایتکاره 100 نفر رو میکشه. خب اون یکی جنایتکار بزرگ، یکی جنایتکار کوچک. معاویه جنایتکار کوچکه، ابوبکر جنایتکار بزرگه، غاصب اوله، تأسیس کرده این دستگاه ظلم را، دستگاه غصب را، دستگاه کلاهبرداری را، دستگاه جنایت را، دستگاه خلافت را، خلافت غاصبه نه خلافت حق. این فرق ابوبکر و معاویه به نظر ما اینه دوست عزیز. ابوبکر در نفاق، در کفر، در دشمنی با اسلام، در خیانت با اسلام استاد معاویه و هزار تا معاویه دیگره. معاویه هم دشمنه، کفرش واضح و آشکاره، اما به حد ابوبکر نه. سوال دوم شما، شرایط امامت چیه؟ شرایط امامت اول اینه که عصمت داشته باشه، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بله، اون شرایط مقاماتی را که دارند خلیفه و جانشین پیغمبر همون اختیارات را داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کارهایی را که انجام میدادند در جامعه اجرا میکردند، همون کار را جانشینش انجام میدن، مگر یک کار، او تلقی وحی، قبول کردن وحی از جانب خدا، که دیگر اون نیست، شرع آوردن دیگر نیست، شریعت دیگر نمیاد بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اما بقیه تمام کارهای پیغمبر رو، تمام کارهاش رو، تعلیم دین، تبلیغ دین، اجرای احکام دین، حفظ شریعت، حفظ مرد جان و مال و ناموس مردم، حفظ از حدود و ثغور، حفظ بیت المال، رسیدن به فقرا، جلوگیری از ظلم، جلوگیری از جرم و جنایت در جامعه، همه اینها، رسیدن به مستمندان، به بینوایان، بله، تعلیم کسانی که در دین خود مستضعف هستند، اطلاعاتشان کمه، همه اینها از وظایف جانشین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه صفاتی را داشت؟ باید جانشینش داشته باشه، باید داشته باشه. شما یک کسی دکتره، این دکتر از دنیا یا میره میمیره یا این میره بازنشست میشه، کسی دیگر شما میاد جاش دکتر باشه، باید چه صفاتی را داشته باشه؟ مثل همون دکتر اول باید صفاتش را داشته باشه. اگر اون دکتر جراح بود، باید اینم جراح باشه. اگر اون دکتر متخصص چشم بود، اینم باید متخصص چشم باشه. اگر یک دکتری که بازنشسته میشه متخصص قلبه، شما با جای او بیارید متخصص، مثلا متخصص شنوایی را بیارید، خب این ظلمه بر مریض ها، ظلمه، اصلا کار خلافیه. شما را در هیچ قانونی جایز نیست. شما همون مشخصاتی که دکتر داره باید بعدی داشته باشه تا بتونه کار او را اجرا بکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رئیس دین مردم هست، رئیس دنیای مردم هست، مسئول هدایت مردم هست، مسئول دولتداری هست، مسئول حفظ شریعت هست، تبلیغ شریعت هست، اجرای شریعت هست. همه این امور اینا را با چه صفاتی انجام میده؟ یک صفتش صفت عصمت، یعنی برای یک مرچه ظلم نمیکنه، برای یک مرچه ظلم، اون کسی که جانشینش باید همینطور معصوم باشه. صفت دوم علم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، او که هدایت مردم را میکنه با یک علمی میکنه که همه مصالح بشر را میدانه، تمام مصلحت های بشر را میدانه، تا قیامت میدانه که چه کاری را انسان انجام بده، فلان مردم انجام بده، صلاحشان و رضای خدا هست. کسی که جانشین حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باید همینطور علم بر تمام مصالح بشر داشته باشه و علم لا محدود داشته باشه، که اگر انسان بیاد از او سوال بکنه جوابش را داشته باشه، جن بیاد سوال بکنه جوابش را داشته باشه، ملک و فرشته بیاد سوال بکنه جوابش را داشته باشه. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها پیغمبر انسان ها نبود، پیغمبر جن هم بود، پیغمبر برای ملائکه هم بود، برای این تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، باید علم به مصالح تمام خلایق داشته باشه. این سوم اینه که افضل از همه مردم باشه، از همه بهتر باشه، در حسب، در نسب، در شرافت، در عبادت خدا، در تقوا، در ایمان، در یقین، در شجاعت، مردانگی، عطا، جود، خوف خدا، عبادت خدا، پارسایی، در اعمال خیر، از نماز خواندن، از روزه گرفتن، از جهاد کردن در راه خدا، از حج رفتن، از همه این مردم بهتر باشه، چون اون رهنما هست، نمونه هست، دیگران باید از او پیروی بکنه. ظلم برای یک کسی دیگر، مثلا شما در جامعه یک نفر خوبتر موجوده، شما این کسی که مرتبهش پایینتر او را امام بسازید، این اشتباه، باید از همه بهتر باشه. اینها شرایط امامت، اول عصمت، دوم علم، سوم افضلیت. دوستان عزیز، این شرایط در کسی که بود
بله او از جانب خداوند متعال بله مستحق جانشینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و چون عصمت امر پوشیده است. عصمت چیه؟ امر پنهانه. یک کسی هیچ وقت گناه نمیکنه، خطا نمیکنه، این دیگه پیشانیش نوشته نیست که این معصومه. به ظاهر خیلی مردم خوبن، اشتباه نمیکنن. هر کسی ادعای تقوا داره، هر کسی ادعای اهل صلاح بودن داره که من گناه نمیکنم. و شاید شما از گناه هم نبینی، اما واقعا گناه میکنه یا نمیکنه در مقابل شهوات نفس قرار بگیره یا خطا میکنه یا نمیکنه، فراموشی دارد یا ندارد، سهو میکند یا نمیکند، این را خدا میدانه، ما شما نمیدانیم. لذا اینه که خدا باید معرفی بکنه، خدا معرفی بکنه که چه کسی را من عصمت دادم و چه کسی را ندادم. خدا در قرآن خود بیان داشته، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. من این خاندان را پاک آفریدم، من این خاندان را طاهر آفریدم، من این خاندان را مطهر آفریدم، من اینها را بی عیب ساختم، عصمت اونها را خدا معرفی کردم. توجه شدید؟ لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر خدا دست امیرالمؤمنین علیه السلام را گرفت، من کنت مولا فهذا علی المولا.